آرش همچی کاری نمی کنه. اون عاشق روناست. شاید با هم بحثشون شده باشه، ولی مطمئنن این چیزی که شما میگین نیست. خانم پسرتون کاری کرده که دختر من چند روز پیش تو شرکت حالش به هم خورده، او شانس براش آوردن. حرفایی به دخترم زده که لایق خودشه، یعنی تقصیر منه که بهش اعتماد کردم و مهلت بهش دادم. همون اول باید قلم پاشو میشکستم تا دیگه دورو بر دختر من نیاد. حالا شما اجازه بدیم بیاد، من میپرسم ازش ببینم جریان چی بود. نه خودشم بود. سلام آقای نظری. پسر یه بیشعور، تو فکر کردی من همین جور میستم تو با اعصاب و روان دخترم بازی کنی؟ با زندگیش بازی کنی؟ خانم پسر شما با رفتارش نشون داد که بوی از آب رو نبرده. ای فرونای من، تو باید دنبال یه آدم مثل خودت میرفتی. مثل خودت. دعوا کردی؟ تو که خودتو میکشتی براش. مگه شما نمیگفتی قبلا ازدواج کرده مخالف بودی؟ حالا چی شده یهو طرفدارش شدین؟ تو چیز شده یهو یاد مخالفت من افتادی؟ مگه از اول نمیدونستی؟ من موقع حالیم نبود. ها، پس این مدت که ناراحت بودی و تو فکر بودی برای همین بود. دروغ میگی. چه دروغی؟ از چشمات پیداست که ماجرا یه چیز دیگه است. مامان جان کدوم ماجرا؟ پس چرا رونا اینقدر نگرانت بود؟ اگه شما با هم مشکل داشتی اون باید میفهمید دیگه. مامان چقدر سوال میکنی؟ خستم کردی به خدا. تو شرکت مرتضی هم از سراغم. برای چی؟ گفت من میدونم که سامان قاتل نیست. حرفی از من نزد؟ اون که نمیدونه تو برادر منی، ولی گفت یه مدرک دستی که دوست داشته که ثابت میکنه سامان قاتل نیست. گفت اگه بخوای میتونم کمکت کنم سامان رو نجات بدی. پول میخواد. تو چی بهش گفتی؟ قبول نکردم. گفتم آقای خودش همه چی رو میفهمه. ولی ما میدونیم که سامان به همین راحتی نمیتونه تبرئه شه. مدرک محکمی هم علیهش ندارن. صرف اینی که با پژمان دعوا شده که مدرک حساب نمیشه. آره، ولی ما باید کمکش کنیم. چه کاری از دست ما برمیاد شادی؟ میخوای من برم خودم معرفی کنم؟ نه، ولی میتونیم برش وکیل بگیریم. برای همین من به پول احتیاج دارم. خبریه که دوباره میخوایم بری؟ کارهایی هست که باید سر بزنیم. تو سفری که میخواستی بری چی شد؟
افتاد عقب. یه سری کارهایی داشتم که باید انجام میدادم. تو به جز مسافرکشی کار دیگه ای هم میکنی؟ نه. از چه کارهایی؟ خانوادگی. راستی تو فقط راجع به پدرت با من صحبت کردی، هیچ وقت فرصت نشد بشینیم با هم صحبت بکنیم راجع به خانوادت؟ چند تا خواهر برادر داری؟ من یه خواهر دارم و مادرم. پس تنها پسر خانواده ای؟ بله. پس بار زندگی حسابی رو دوشت بوده؟ نه؟ کجا زندگی میکنی؟ یه محله پایین شهر. گرفتن سامان ناراحتی، ولی تقصیر من نبود. کارا خوب پیش میره؟ بله، چند تا سفارش داشتیم که خوب بوده. دیگه برای پرداخت دستمزد کارگرا مشکلی پیش نیومد؟ به جای چک نقدی پرداخت میکنیم، چون دست چک واسه آقا پژمان بوده. اینجا کارگر کم ندارید؟ چطور؟ یه نفر رو دارم که میخوام بیارم اینجا استخدامش کنم. هر چی سلام میدونین. این پسر به من کمک کرده، میخوام با آوردنش داره کار کمکاشو جبران کنم. یه دون از این فرمای استخدام بیار بده پرش کنم. چرا معطلی؟ فرمو بیار. آقا من خودم کار دارم. اگه کار داشتی پابند من پیرمرد نمی‌شدی. آره ولی اما اصلا من به کار اینجا وارد نیستم. یاد میگیری، کار اینجا زیاد سخت نیست. عوضش هم حقوق ماهیانه داری، هم بیمت میکنیم. بده؟ اون فرما رو بیار. چشم. چرا میان اینجا؟ شما اینجا کاری ندارید. نگران تو هم که میام، اگرنه نمیومد. نمیخواد نگران من باشین. اگه نگران من بودین میگفتین آرش چیکار کرده. بهت گفتم دیگه اسممو مرتی کرده نبر. حق نداریم بهش شو این کنی. برای کی دلسوزی میکنی؟ این آدم، این آدم چی؟ بگین دیگه. دیروز چی میگفتین جلوی در؟ دور آرش رو خط بکش، زندگیتو نابود نکن. زندگی من به خودم مربوطه. یا میگین آرش چیکار کرده یا زنگ میزنم پلیس بیاد. تو درد سر افتاده. میبینی؟ هیچی واسه گفتن نداری. همه اینه فقط واسه بازی دادن من بود. من تو رو بازی ندادم. پس بگین چی کار کرده؟ آدم کشته. قتل کرده.
میفهمی؟ آدم خطرناکیه، آدم زندگی تو نیست، باید تو نابود نکن. جواب منو ندی. پرسیدم چی شده؟ همون که برات نوشتم. کامیار چه مزخرفی گفته؟ بیا پارک خودم. اومدم. نمیخواستم این اتفاق بیفته. شادیو تهدید کرده بود که سفته‌هاشو میذاره اجرا و میندازتش زندان. من فقط رفتم سفته‌ها رو ازش بگیرم. نمیخواستم درگیر بشم. نمیدونم چرا اینطوری شد یه دفعه. کامیار از کجا میدونه؟ یک کسی اونجا تو شرکت آشنای کامیار در اومده. کیفم افتاده بوده اونجا، نمیدونم چطوری دادتش به کامیار. یعنی الان کامیار علیه تو مدرک داره؟ پس چرا اینجایی؟ چرا فرار نکردی؟ خواستم برم اما نتونستم. نگران پدر پژمانم. اگه میشناسیش؟ بند خدا مریضه، تنهاست. اون موقع که پژمان تو کما بودش که چند بار بردم رسوندمش، بعدم نمیدونم چی شد که شدم کمکش. چی کار کردی آرش؟ پلیس چی؟ میدونه؟ یه مزنونه به قتل داشتن که دیروز گرفتنش. نمیتونن همینطوری یه آدم بیگناهو نگه دارن که. بالاخره اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشه آزادش میکنن میره. ولی تو مجرمی. آرش باید فرار کنی. من کمکت میکنم. فقط نمون اینجا. خب یه چیزی بگو. گفتم که میخواستم برم اما نتونستم. آره دلیلش هم گفتی. ولی هیچ فکرشو کردی اگه بفهمه تو کی هستی چی میشه؟ دست کامیارم هست. هر طور شده زهرشو میریزم. بهت گفتم بیا بیرون. مرد حسابی، من قرار نبود رونو از ماجرا خبر دادن شد. برای چی رفتی بهش گفتی؟ مجبور شدم. پس مانده سراغه. اونش اصلا به تو مربوط نیست. تو از اول هم معلوم بود دنبال چی هستی. تو اون مرتضی دنبال پولی. دو تا آدم کلا شخص. چه ربطی به مرتضی داره دیگه؟ نمیدونی؟ نمیدونی اون مرتضی هنوز داره مخازی میکنه. برو کیفم برده بیار. قرارمون این نبود. اون دفعه هم بهت گفتم من با تو هیچ قراری ندارم. برو کیفم برده بیار. من سر قولم بودم، نرفتم پیش پلیس. آقا من اصلا به تو اعتماد ندارم. برو کیفم برده بیار. ببین بچه، با تو هم تو چشم من نگاه کن.
اینو تو کلت فرو کن. کیفو بعد از عقد با رونا بهت میدم. دیگه اینجا پیدات نشه. برو بردا بیار کیفو. اینجا دیگه پیدات نشه. بردا بیار کیفو. بخو درو. دکتر. دکتر. کامیار سلام. سلام اون مرز، مگه قرار نشد دیگه با این پسر کاری نداشته باشی؟ کاری نداشتم که. زر نزن، خبر دارم رفتی سراغش واسه اخخازی. من رفتم؟ آره تو رفتی. مرتضی بیچارت میکنم. ببین بیچارت میکنم، میفهمی؟ کامیار به جون تو، من اصلا دیگه آرش رو ندیدم، کجا رفتم سراغش؟ این مزخرفاتو کی گفته؟ خود آرش گفته. اون بهت گفت من رفتم؟ آره الان اینجا بود گفت دوباره رفتی سراغش واسه اخخازی. دروغ گفته، داره زر زیادی میزنه. ببین مرتضی، من با تو یه قول و قراری گذاشتم، اگه بفهمم بخوای زیرش بزنی بلدم با چی کار کنم، بیچارت میکنم. باشه تو آروم باش. حالا صالح کجا؟ داخل مکه دارم. نمیدونم چرا همچین کاری کرد. یا بدون مقدمه فرم استخدام گذاشت شده. شاید میخواسته محبتهای این چند وقت تو جبران کنه. نه، یه چند بار دیگه هم راجبه خونمون و خونوادم و اینا ازم سوال کرد. یعنی ممکنه شک کرده باشه؟ نمیدونم، مطمئن نیستم. تو فرمو پر کردی؟ چی نوشتی؟ یه آدرس علکی و فامیلی علکی و بعدش هم گفت فردا بیا مشغول شو. نمیتونی بری که، باید یه بهونه ای جور کنی. رونا میگه بذارم برم. اگه اونم فهمید؟ تو بهش گفتی؟ من نه، کامیار بهش گفته. تو نمیخوای چی کار کنی آرش؟ نمیدونم. این بلا تکلیفی تو از همه چی بدتره. خیال میکنی آسون آدم بخواد تو این شرایط تصمیم بگیره؟ نه کی گفته آسونه، ولی بالاخره چی؟ تهش چی؟ چی کار میخوای بکنی؟ تو جای من نیستی بفهمی من چی میکشم. آرش جان برو خودتو معرفی کن، از این وضعیت خلاص شی. لااقل اینجوری وجدانت راحته. من نمیخوام، من نمیخوام اعدام شم. میفهمی یعنی چی نه؟ آقا کی گفته تو قراره اعدام بشی؟ حکم قتل چیه؟ ها؟ میریم ازشون رضایت میگیریم. اگه رضایت نداد تو هم جای من بودی همین کارو میکردی. یه کسی از راه رسید، با احساساتت بازی کرد، بعدش هم رفت. خب توقع داری من چیکار کنم؟ دست بذارم روی دست؟ با شما آرشو دیدین، مادر آرشم دیدین، اصلا آدم های بدی نیستن. حتما یه اتفاقی افتاده که آرش اینطوری و عوض شد. هر اتفاقی که افتاده باشه نباید با تو اینطور رفتار میکرد. اگه به تو علاقه داشت باید میومد به تو میگفت. ببین دخترم، به صلاحت آرش رو فراموش کنیم. من و مادرت نگرانتیم. این اتفاق نباید زندگی تو به هم بریزه. میترسیم مثل قبل دچار افسردگی بشی.
من فقط دنبال دلیل این ماجرام. دلیلش هر چیزی که میخوا باشه مهم نیست، فراموشش کن. شکر خدا خب وضع و اوضاع شرکتتون هم که بد نیست. باید هر چی زودتر خودتو جمع جور کنی، تمام تمرکز انرژی تو بذاری روی کارت، زندگیت. رونا جان، من نمیخوام تو رو ناراحت و پژمرده ببینم. خوشبختانه آرش خیلی زود ماهیت خودش رو نشون داد. قبل از اینکه اتفاقی بیفته همه چی تموم شد. مطمئن هستم که تو اونقدر عاقل هستی که به حرفای من نیاز نداری و دیگه خودت میدونی که باید چی کار کنی. پس از فردا با انرژی کامل برو سر کارت. خیالم راحت باشه. رونا. سلام. سلام مادر. صالح داد برای سحری. دستش درد نکنه. از رونا چه خبر؟ هیچ. یعنی کلن برای همیشه گذاشتیش کنار؟ من که باور نمی کنم. دیدی که پدرش چی کار کرد. البته من خودم قصدم همین بود. دیگه هم نمیخوام هیچ وقت اسم رونا رو بشنوم. شادی کجاست؟ بالاست. چیزی شده؟ چه میدونم. افتاده دنبال وکیل برای سامان. یادش رفته که چقدر بازیش داد. دعواتون شده؟ برو باهاش حرف بزن. من یک کمی تند رفتم ولی نمیخوام از حرفم برگردم. چشم. سلام. سلام داداش. وکیل پیدا کردی؟ آره با دو سه نفر حرف زدم ولی خیلی گرون میگیرن. هر جور حساب میکنم پولم بهشون نمیرسه. وای آرش مامان فهمید قیامت به پا کرد. آره بهم گفت. حالا تو ازش به دل نگیر. طفلی نمیدونه که سامان بیگناه. کم و کسری تو از اینجور کن. وای داداش مرسی. فردا میای شرکت؟ نه بابا کجا بیام. آقا قاسم خیلی پیگیره اینه که تو که مشغول کار میشی. چی میخوای بهش بگی؟ یه بهونه جور میکنم. خیلی از این مرتضی میترسم. اگه دوباره میخواست بیاد ازم باج بگیری چیکار کنم؟ هیچ. بگو هر چی داری برو بده به پلیس. نترس. مدرکی دستمون نیستش. سراغ پلیس هم نمیره چون دنبال پوله. ولی شادی ببینه ترسیدی دیگه ولت نمیکنه ها. حیف که به آقا قاسم قول دادم برم شرکت. این اصلا دلم نمیخواد برم. Thank you.
سلام دخترم، حالت خوبه؟ امروز آرش اومد ماهی سرا؟ نیومد؟ بهش گفته بودم بیاد اونجا مشغول بشه. نه نه نه، مسئله مهمی نیست. میتونم یه خواهشی بکنم؟ پرونده استخدامیشو بردار، ببین میتونی آدرسشو به من بدی؟ گوشی دستم، عجله ایم ندارم. بده کردی. خب آروم بگو من بنویسم. به پیشنهادم فکر کردی؟ کدوم پیشنهاد؟ کمک به سامان. گفتم که اهل باج دادن نیستم. اگه جونش برات اهمیت نداره؟ چرا؟ ولی از راه قانونش. این یارو پسری که با آقا آسان اومد اینجا کیته؟ کی؟ خودتو به اون راه نزن، همونی که اومد اینجا. هیشکی. دروغ میگی، میشناسیش؟ دروغ نمیگم، اگه بود میگفتم. از کجا میدونه راجع به اون موضوع ما با هم حرف زدیم؟ کیته؟ گفتم که هیشکی، من راجع به این موضوع به کسی حرف نزدم. هم مدرکی دارم که نشون میده اون قاتله. چرا نمیری به پلیس بگی؟ برای این که الان دست من نیست. پس چطوری میخواستی به سامان کمک کنی؟ تا اگه سرکی سر شغل میکردی من کارمو بلد بودم. اون فهمیده من با تو حرف زدم. از کجا فهمیده؟ نمیدونم، من نمیشناسمش. دروغ میگی؟ دروغ نمیگم. من هرچی هم به شما بگم شما باور نمی کنی. دروغ میگی. سکته میکنم. کجایی؟ الو. سلام. بهتری؟ خیلی نگرانت بودم، تو شب اصلا نتونستم بخوابم. برای همین نمیخواستم بفهمی دیگه. آرش برو زودتر، اینجا موندم برات خطرناکه. نمیدونم، نمیتونم تصمیم بگیرم. من هنوز دوست دارم. تو منو به خاطر رفتار اون روزم بخشیدی. فهمیدم برای چی اون کار کردی. ببین من نمیخوام کوچکترین اتفاقی برای تو بیفته. آرش تو باید زودتر به من میگفتی، میتونستم کمکت کنم. ببین من اینقدر دوست دارم که حاضر باشم هر کاری برات انجام بدم. من میتونم بعدم با شما تماس بگیرم. من نمیدونم با کی حرف میزدی؟ شرکت تبلیغاتیه. تو از کی اینقدر راحت به من دروغ میگی؟ اگه میدونی چرا میپرسی؟ رونا حواست هست داری چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ این پسره به دردت نمیخوره. دیگه چیکار باید بکنه که تو ولش کنی؟ طوری که فکر میکنی نیست. پس چجوریه؟ اومده اینجا هرچی از دهنش در اومده بهت گفته. تو بگو که چیه؟ غیر از اینی که دیگه تو رو نمیخواد؟ نمیتونم بگم. آها، پس یه رازی هست. رامین اصلا حوصله ندارم. من دارم، همین الان میرم دم در خونش. مگه من بچه‌ام که با همینطوری حرف میزنی؟ آره بچه‌ای.
اگه بزرگ شده بودی که توف مینداختی تو صورت کسی که اینقدر تحقیرت کرده. من آرش رو دوست دارم، اونم منو دوست داره، همه مهمه. سلام رانا، میخواستم یه دقیقه باهات صحبت کنم. من از وقتی که این موضوع رو بهت گفتم خیلی حالم بده. باید زودتر میگفتی. نمیخواستم از من ناراحت بشی. میدونم نگرانی، ولی من اگه میخواستم کاری بر علیه آرش بکنم تو حالا کرده بودم. من کار دارم، باید برم. رانا گفتم کار دارم. شده مرتضی میخواد از شادی اخاذی کنه. فهمیده ارتباطی بین من و شادی هست. از همه بدتر این که قاسم به من شک کرده. تو از کجا میدونی؟ برداشت منو برد شرکت، فرم استخدام گذاشت شدم، گفت آدرسم و اسمم بنویسم. منم یه سلکی نوشتم، معلم که به شادی زنگ زده آدرسمو گرفته. خب حتما تا الان رفته فهمیده آدرس الکیه. حتما این کارو میکنه. واسه شاید بری سراغ پلیس. نه بابا، فامیلی منه که نمیدونه، عکسی ازم نداره. چی میخواد بگه به پلیس؟ به هر حال نباید ریسک کرد. من میگم هرچی زودتر برو. میخواستم برم، ولی الان واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. یه بیگناه جای من تو زندانه. بعدش هم رفتم. آخرش که چی؟ خب یعنی چی؟ الان میخوای بمونی لو بری؟ باید یه فکر بکنیم این مخمصه نجات پیدا کنی. من میگم شاید قاسم ببخشه. اگه نبخشه چی؟ الان بیشتر نگران سامانم. بنده خدا تو زندانه. اگه مدرکی علیهش پیدا نکنن آزادش میکنن. تو نگران نباش، من وکیل آشنا دارم. پولش از کجا بیاریم؟ باشه حرف میزنم دستمزد کمتر بگیره، پولش جور میشه. میتونیم اصلا الان بریم سراغش. پاشو پاشو از الان بریم دفترش، من از اون بر میرسونمت خونه. قاسم باید زن بگیری. چی؟ گفتم باید زن بگیری. زن بگیری من از دستت خلاص میشم. امید صدات کردم بیا اینجا، چون کار واجبی باید داشتم، نه اینکه بیا اینجا دستم بندازی. به منم همینو میگم دیگه. حالا منو کشوندی اینجا برای چی؟ جلال باید با هم دیگه بریم یک جای. با این وضعیت؟ چه وضعیت چیه؟ مهم نیست. چی مهم نیست؟ نمیتونی راه بری. درد میکنه، میفهمم. خب تحمل میکنم دیگه. تازه واکرم دارم. داروهاتو مرتب میخوری؟ یادم بمونه. آره به پونه گفتم که بهت یادآوری کنه. به پونه یادش میمونه، من یادم میمونه. دست تو. ببینم کسری که همیشه اینجا بود کجا سلام. حاضر میشم تو راه وسط همه چی رو میگم.
قاسم جان، اگه میگفتی عصای دستته همه کاراتو انجام میده، چی شد یه دفعه بهش مشکوک شدی؟ جلال، اسم میکنم یه چیزی رو از من مخفی میکنه، به خصوص تازگی بهش گفتم شماره کارتتو بده استنر سشه بریزم تو اسلامت، نداد شکم بیشتر شد. نمیدونم ولی دلیلم نداره همینطوری دنبالش بیافتی. البته خوبه بفهمی کی و از کجا آمده، اونم که دائم منزلته، تو هم که تنهایی، نکنه خدای نکرده یه وقت نقشه‌ای داشته باشه. ببخشید آقا، شما میدونید کوچه زنبق کجاست؟ هرچی میگردم پیدا نمیکنم. من تا حالا همچین کوچه ندیدم اینجا. شما ماله همین محله این؟ بله. نداریم کوچه‌ای به این اسم، مطمئنم. ممنون. خواهش. قاسم، کوچه زنبقی وجود نداره، از هر کی میپرسم نمیدونه. شاید ما ندیدیم، شاید هم محله را اشتباه اومدیم. نه بابا، مطمئنم همین محله است. اصلا چرا باید همچی دروغی گفته باشه؟ نمیدونم. چرا نمیری پلیس؟ جلال، از تو بعیده. یعنی چه بریم پیش پلیس بگیم آقا این خدمت رو باره کرده، ولی آدرس رو اشتباه به ما داده؟ حتما یکی به کفشش هست که این کارو کرده. من جای تو بودم همین الان میرفتم پلیس. نه پس میخوای چیکار کنی؟ میخوام تلفن بزنم به خودش، از دهن خودش بشنوم که چرا این کارو با من کرد. این که بهتره که آرش آدم پشته، حکمش اعدامه. شما فکر کردین با کی طرفی؟ به شما ربطی نداره. چرا اسم و فامیل و آدرس تو به من دروغ گفت؟ آرش با این کارا داری پیرمرد رو دفت مرگش میکنی ها. این پسر چقدر پرروه، چرا ولکن و ماجرا نیست؟ من شکایت مهریه رو پس گرفتم. چی برای این سر خودت میگی؟ آخه ببین چه روزی افتادی؟ واسه چی دوباره رفتی بازگیری؟ ما میخوام بدونم اونی که پژمان کشته کیه. تو هیچ ربطی نداره. میخوام خلاص شم از این مصیبتی که توش گرفتار شدم. وای خدایا، توی تاریکی شب آه در جری